دختری، گفتم آره. و اینجوری دست کشید دختری، گفتم آره. یکی زد تو گوش اون دختر استقلالیه، یکی هم زد پس گردن من، مثلا بازانو خوردم زمین. اونا که پسر بودن بازارسیا بلیت میفروختن، مواد باش بود، اونا اشکال نداشت، ما اشکال داشتون دختریم. وزرا بردم که بند کفشتو در بیارو، کمربند در بیارو، لخ شو، سه بار بشین بلند شو. خیلی بد بود، حالم خراب میشه با اون فکر میکنم. حسابم خود شد، فرداشم بردن دادگاه یکی با دستبند. قاضی پرسید که میدونی جرم ورود زن به استادیوم چرا اومدی؟ گفتم جرم نیست. طبق آقا به من بگو، طبق مثلا فلان ماده، آقا مثلا یه دختر وارد استادیوم بشه یه ماه حبسه، یه روز حبسه، یه ساعت حبسه. گفت که بنویس دیگه نمیام. گفتم والله بازم میام. هفته اردیبهشت دارم میرم طرف استادیوم آزادی، بازی پرسپولیس و سفیدرود، بازی اهدای جام، امیدوارم بشه رد شم. ما اومدیم و رد شدیم. آره بعد ما مثلا ما رو میگیرن پر رویم، نمیگیم ول کنیم بریم خونه، ولم کن میخوام برم بقیه بازی رو ببینم. بازی ببینم گفتم این فانتینا رو باید بیارم، به خاطر اینکه اون میاد سخت نمیگردم، اگر بفهمم دختری ردت میکنم بریم. بازی کنم دمی گیت اول مامور من دید که این زهراست. زنان ایران دارن سرسختانه علیه جداسازی جنسی مبارزه میکنن. این ویدیو خیلی به روشنی نشون داد که در حالی که تهدید میشن، اذیت میشن، آزار میشن، به طور خیلی جدی هم این واقعیت وجود داره، در این حال همچنان مبارزه خودشونو برای از بین بردن جداسازی جنسی دارن ادامه میدن. و جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی زنان این ایران رو بگیره. اعتماد به نفس و اینکه حق طبیعی انسانه که از ورزش و دخالت امور اجتماعی لذت ببره و شرکت بکنه، جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه زنان ایران رو در واقع به شکست بکشونه. زنان ایران هستن که با جمهوری اسلامی رو سر جاش می‌نشونن. و زنده باد زنان ایران و زنده باد مبارزه علیه جداسازی جنسی. دقیقاً.